کنفرانس وزرای امور خارجه 3 کشور اروپایی و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از جلسه بروکسل 11 ژانویه 2018. روز پنجشنبه وزرای خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان طی جلسه در بروکسل که به دعوت فدریکا موگرینی تشکیل شده بود با جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران گفتگو کردند. اما در پایان کنفرانس مشترکی با حضور ظریف برگزار نشد و وزرای خارجه سه کشور و موگرینی خودشان کنفرانس مطبوعاتی پایانی جلسه را برگزار کردند. سه وزیر اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا در این کنفرانس ضمن تاکید بر لزوم حفظ برجام، مواضع خود را پیرامون برنامه موشکی و مداخلات منطقه‌ای رژیم و همچنین موضوع حقوق بشر در ایران عنوان کردند. در کنفرانس مطبوعاتی بروکسل، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت همه طرف‌های امضا کننده باید برجام را رعایت کنند. اما توافق اتمی به این معنی نیست که ما سایر نقاط اختلاف را که هم در زمینه بالستیک و هم در زمینه اقدامات رژیم ایران در سراسر منطقه وجود دارند پنهان کنیم. L'a exposé à la fois dans le domaine du balistique et à la fois dans l'action de l'Iran sur l'ensemble de la région. Il faut qu'on parle de ces deux autres sujets. Wir als Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland steht absolut klar zu diesem Abkommen. Wir sehen Sigmar Gabriel, وزیر خارجه آلمان نیز بر لزوم حفظ برجام تاکید کرد و افزود همه ما قویا معتقدیم که جدای از توافق اتمی موضوعاتی هست که باید فوراً بین ما و رژیم ایران مورد بحث قرار گیرند. ما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز صحبت کردیم، اما قبل از هر چیز درباره این مسئله که نقش رژیم ایران در خاورمیانه چطور تغییر می‌کند. Wir sind allerdings auch gemeinsam der festen Überzeugung, dass unabhängig vom Abkommen es Themen gibt, die dringend zwischen uns und im Iran diskutiert und auch einer besseren Lösung zugeführt werden müssen. Thank you very much. I'm really going to just echo what Sigmar and Jean-Yves have already said. I think this is a very important. Boris Johnson, وزیر خارجه انگلستان گفت مهم است که ما اروپایی ها گرد هم آمدیم و موضع متحدی را ابراز کردیم. این که خیلی برای برجام اهمیت قائلیم. این شیوهی برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی است. رژیم ایران از این توافق تبعیت می کند. بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان در پیامی بعد از جلسه بروکسل گفت انگلستان به فشار برای رعایت حقوق بشر و آزادی مطبوعات در ایران ادامه خواهد داد.